ببینید، اصول کار یا پرنسیپ کار دقیقا این هست که تا زمانی که هر تشکلی که الان در صحنه داریم که در جهت آزادی کشور، مسائل مربوط به حقوق بشر، دموکراسی، سکولاریسم و اصولا در این راستا و البته یه سری اصولی که من شخصا چون بهش اعتقاد دارم و پشت سرش میتونم قرار بگیرم، وقتی که برخوردشون یه برخورد احترام به نظر دیگران هست، فحاشی نیست، یک برخورد فاشیسم و آب با دیگران نیست، تمامیت خواهی نیست، خشونت نیست، انتقام جویی نیست، در این صورت و مدامی که در این راستا حرکت بکنن مورد تشویق و حمایت من خواهند بود. و اونهایی که به شکل شفاف این رو میان میگن که ما به هیچ عنوان از ایشون توقع دخالت و تصمیم گیری نداریم، ولی امیدواریم که ایشون تشویق کننده و حامی ما باشن. مسلما جمهوری اسلامی اگر درست دقت کرده باشیم به نحوه عمل کردش در تمام این سالها که همیشه تلاش کرده که شکاف بندازه بین مخالفینش و یکی از دیرینه ترین و بهترین بازی هایی که رژیم میتونه برای انحراف افکار به یه چیز دیگری و خونسا کردن تأثیر اپوزیسیون بکنه همین بحث پادشاهی و جمهوری بوده میشه. در نهایت به نفع نظام جمهوری اسلامی است که بحث تبدیل بشه به رقابت جمهوری خواهان با طرفداران نظام پادشاهی تا آزادی ایران و رسیدن به دموکراسی. این همیشه اون حیله و حقه جمهوری اسلامی بوده، یعنی همه رو به جون هم انداختن ولی این وسط کنترل رو از دست ندادن، در صورتی که آنچه که محوریت داره زیر سوال بردن اساس نظام غیر دموکراتیک موجود در کشور است و جایگزینش با نظام سیاسی که درش یه حکومت دموکراتیک باشه. شما الان اگه نگاه بکنید در تمام کشورهای آزاد و دموکراتیک جهان بحث اصلی شکل نظام نیست، محتوای نظام هست. من هم همیشه رو گفتم که من هیچ وقت دغدغه من شکل نظام نبود و بنابراین صرفا به خاطر اینکه اسمم پهلوی هست یا پدرم زمانی پادشاه بود مهری رو پیشونه من نیست که اجبارا واسه حتما معرف یک سامانه ای باشم و بنابراین من خودم رو از این معادله خارج کردم که دقیقا به همین دلیل که بحث مسئله پادشاهی و جمهوری نباشه بلکه مسئله دموکراسی در وهله اول باشه. چجوری میخوایم بهش برسیم؟ بالاخره نهایتا مگه همین همسویی و همکاری برای یک هدف مشترک نیست که باید مبنای کار باشه؟ خب چه چیزی خطرناکه برای نظام جمهوری اسلامی با عنوان آخرین تیر خلاصی به قول معروف؟ همین اتحاد اپوزیسیون مگه نیست؟ مگه تمام ارتش سایبری نظام، عوامل دست نشون دست در خارج که از یک سو ترور شخصیتی یا تخریب میکنن، از سوی دیگر نفوذ میکنن که همه رو به جون هم بندازن، از روز اولش نگذارن که این اتحادی شکل بگیره، تاکتیک و استراتژی نظام نبوده؟ تمام سوال ها رو بررسی کنیم دیگه، مگه این نبوده؟ خب اگه اپوزیسیون به این نظام تو این تله بیفته و بازی نظام رو بخواد انجام بده، خب معلومه که نظام موفق شده در این کار. خب من اصولا میگم، من وقتی میگم طرفدار کسی یا چیزی هستم باستی باورمند اصول و افکار و دکترین و ایده اون فرد یا شخص و گروه باشم، بگردم میتونم مدعی طرفداری باشم ولی درست عکس اون اصول عمل بکنم. خب این میشه ادعای طرفدار بودن، ولی طرفدار به مفهوم واقعی نیستش. من بارها گفتم کسانی که به نام طرفداری از من برخورد زننده، تأخیرانه، با فحاشی، با حتاکی، با یه برخورد خارج از اصول اخلاقی و احترام به عقاید دیگری برخورد میکنن، نه تنها نمایانگر افکار من نیستن بلکه در خلاف مواضع من عمل میکنن و من با اونها کاملا فاصله میگیرم و این اقداماتشون رو محکوم میکنم. قطعا جمهوری اسلامی هم این اواخر به تاکتیکاش اضافه کرده که یه عده رو حتی به عنوان طرفدار پادشاهی به ظاهر تو تمام همین فضاهای مجازی میفرسته، ولی کارشون دقیقا تخریب این افراد است. خودشون رو به عنوان طرفدار جا میزنن که
طرفداران واقعی این سامانه رو بدنام بکنن یا در مردم ایجاد رعب و ترس بکنن. این هم یکی از تاکتیک‌های رژیم هست، به خصوص که در این فضای مجازی علل خصوص که قبلا به این شکل نبوده ولی این اواخر یک وسیله ارتباطی بسیار مهمی شده، یک اکانتی واقعی است، یه سری اکانت‌های فیک هستش و دوستانی که بیشتر تو فضای مجازی فعال هستن میدونن که خیلی مشکل میشه تشخیص داد که هویت واقعی این افراد چی هست. اطلاعاتی هستن، ظاهری هستن، با برنامه‌ریزی و با مهندسی مشخصی اومدن که این کار رو انجام بدن. این تشخیص رو حتی مشکل‌تر میکنه. ولی باز بایستی فراموش نکنیم که کجا هستش که واقعا یه سری اصول هستش و خود کسانی که در واقع باورمند هستند به اون نکاتی که من در نظر دارم یا روشی که اتخاذ کردم یا باورهایی که دارم، که در مصاحبات خودم در تمام این سالها دارم و 3 کتابی که تا به حال نوشتم، به نظر من مواضع من کاملا مشخص هست و بنابراین خودشون میتونن تشخیص بدن که چه افرادی دارن تظاهر به طرفدار بودن میکنن ولی در از کوچکترین سنخیتی با افکار واقعی من ندارن، تا اونجا که افکار شخص خودم برای یه عده مهم هست البته و این تشخیص رو باست بتونم بدن. ولی من به سهم خودم همیشه اون نوع رفتارها رو محکوم کردم و قطعا از این نوع افراد، حالا چه اونایی که در واقع دوستی خاله خرسه دارن انجام میدن و ندانسته شاید این کار رو میکنن، یا بدتر از اون کسانی که دانسته این کار رو میکنن، قطعا فاصله میگیرم و اون خط قرمزی است که شما در واقع بهش اشاره میکنید. مشروعیت به مفهوم یک فرد یا گروه یا سازمان یا تشکلی در اصل اندازه‌گیری میزان اطمینان و باوری که مردم ایران دارن نسبت به یک شخصیتی یا یک سازمانی یا یک تشکلی اندازه‌گیری میشه. و خب چون ما وسیله اندازه‌گیری این تشخیص رو نداریم که معمولا یا رسانه‌های آزاد هستن یا یک نوع آمارگیری به اصطلاح حرفه‌ای است و یا از طریق فرض کنید رأی‌گیری، ناچار باید راه‌های دیگری پیدا کرد که چه نیروهای یا معرفین جریاناتی هستن که در عموم در کشور وجهه دارن، شاخصیت دارن، احترام دارن، مرجعیت دارن، مشروعیت دارن. و صد البته برای من کاملا واضحه که بخش بسیار کوچکی از این جریان رو در خارج میتونیم پیدا بکنیم که معرف این جریان باشه. اکثریت 90% کسانی که در آینده بایستی بیان این نقش رو انجام بدن در داخل کشور هستن و اکثریتشون هم در حال حاضر نمیشناسیم، نه اینکه نباشن، برای اینکه به شکل علنی الان بخوان ظهور بکنن، خب آنن رژیم اینا رو به قول معروف ممکنه گرفتار بکنه. ولی باید به اونجا برسیم، برنامه ریزیش رو باید بکنیم. قطعا به محضی که این وضعیت فروپاشی در ایران پیش بیاد، برای پر شدن این خلا باید این گونه افراد بتونن آنن وارد کار بشن و بتونن هدایت خودشون رو و راهنمایی خودشون رو بکنن. این رو من بارها گفتم آن چیزی که ما هنوز در صحنه کم داریم اون مدیریت میانه است که رهبری تمام این حرکت‌های صنفی و مدنی رو بتونه در نهایت به عهده بگیره، به منظور گرفتن کنترل پس از فروپاشی برای که مملکت هرج و مرج نشه و در نتیجه بتونن 2 کار عمده رو انجام بدن: تشکیل اون حکومت یا وقتی دولت موقت که باید اداره امور کشور رو در اون پریود به اصطلاح گذار داشته باشه و مدیریت این پریود گذار رو به انجام برسونه، که خب قطعا این دیالوگ بین نیروهای فعال در خارج و اونایی که در داخل هستن در روی کار اومدن چنین مکانیزمی بسیار کلیدی است در این مرحله. و وظیفه اصلی این دولت موقت ضمناً فراهم کردن شرایط هر چه زودتر انتخاب شدن نمایندگان مردم در مجلس مؤسسان هست، دقیقاً برای پرداختن به اون نکاتی که قبلا صحبتشو کردیم. حالا ما در کجای کار هستیم؟ ما در مرحله‌ای هستیم که این حکومت در حال عقب نشینی هستش، وضعیت اقتصادی بحرانی مملکت، نیروهای انتظامی و امنیتی که میدونن این وضعیت عاقبت خیلی نداره، که میخوان به مردم ایران ملحق بشن و کمک بکنن به این
عبور، دولت‌هایی که امروز فهمیدن که فایده نداره با جمهوری اسلامی سر و کار داشتن، باید قدم بیشتری برداشته بشه تا جلوی بحران‌هایی که بیشتر هم پیش خواهند اومد در ادامه این حکومت که به ضرر همگی هستش، این از بین بره و شاید راهی پیدا بکنن وقتی ببینن که عواملی که در واقع نیروهای جایگزین یا آلترناتیو هستن به شکل ملموس‌تری در صحنه دارن با هم کار میکنن. تمام اینها کمک خواهد کرد به آزادی سریعتر ایران و از این طریق هزینه‌ای که الان برای مردم ایران واقعاً روز به روز داره بیشتر میشه و طاقت‌فرساتر میشه. من تنها امیدواریم البته این هست در این مدت زمانی که هممیهنانمون که واقعا دارن سختی میکشن و میدونم چقدر و هر روز این پیغامشون به من میرسه، امیدتون رو از دست ندین هممیهن. بالاخره پایان شب سیاه سفید است و نور بر تاریکی پیروز خواهد بود، اما اون نور شمایی. این مشعل رو در قلب و ذهن خودتون شما روشن نگه دارید، نگذارید این نظام با حیله و ترفندهای خودش این امید رو در شما از بین ببره. بدانید که آینده ایران آینده درخشانی است. کشور ما نه کمبود نیروهای انسانی و خلاق رو داره، نه امکانات کمی داره از نظر منابع طبیعی، و واقعا یک کشوری است که خیلی سریع میتونه برگرده رو چرخ ترقی و پیشرفت و رونق اقتصادی. ولی اینم قبول بکنیم که تمام اینها بستگی به یک عامل کلیدی داره و اونم فرهنگ نوینی هست در نوع برخوردی که با یکدیگر داریم و یک مقدار آنچه که این نظام متاسفانه ایجاد کرده و در مقابلش باز فرهنگ سازی نوینی انجام بشه، وظیفه به خصوص جریانات فکری و فرهیخته مملکت هستش که بیان و به داد و به کمک تمام کسانی که امروز در کف خیابون ایران در چهار گوشه مملکت دارن اعتراضات خودشون رو بیان میکنن ولی نیازمند کمک و راهنمایی و رهبری هستن که به هدف نهاییشون برسن، این خلاء رو پر بکنن. این رسالت و وظیفه تمام که کسانی است که اگه واقعا اعتقاد دارن به آزادی و احساس مسئولیت میکنن، این بار بیان و مسائل خودمحوری و تمامیت خواهی خودش رو بذارن کنار به خاطر آزادی مملکت. و حرف آخرم در اینجا این هست، چنین اتحادی نه فرمایشیست نه زورکی، این یه خواسته است که باز همه بتونن متفقا به هم برسن. این برمیگرده نهایتا به وجدان و احساس مسئولیت که تک تک ما باید داشته باشیم در قیام مملکتمون.